درود بر شما. بیرون کشیدن نامهای 35 نامزد مجلس از فهرست نهایی نامهای نامزدان از سوی کمیسیون ویژه و کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی با موج از مخالفت‌ها و اعتراضات روبرو شده است، چنان که شماری از نامزدان حذف شده برای 12 روز درهای کمیسیون مستقل انتخابات را در کابل و 7 ولایت کشور بستند. کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی تصمیمش را درباره این نامزدان قانونی، مستقل و غیر سیاسی می‌داند، اما نامزدان حذف شده این فیصله را سیاسی و ناعادلانه می‌گویند. و اما سیاه و سفید این تصمیم چیست و این تصمیم بر کدام بنیاد گرفته شده است و آیا تصمیمی گرفته شده از سوی کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی برگشت دارد؟ پاسخ این همه را در برنامه امشب خواهیم گرفت. وقت شما بخیر، من کریم امینی هستم و تا یک ساعت دیگر با شما خواهم بود. اما در آغاز طبق معمول مرور بر روزنامه‌های چاپ امروز کابل با همکارم فواد اکبرزی. فواد سلام، بسیار زیاد خوش آمدی. امروز کدام موضوع انتخاباتی سرخط روزنامه‌های چاپ امروز کابل است؟ دیره من کریم تات سلامونه لیدون کوتا. نن یو موضوع چې په ارمان ملی ورځپاڼه کې راغلی، د حکومت د اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله په قول ویل شوی دی چې حکومت جدي اراده لري ټاکنو ته، او هغه وضعي او هغه اتهامونه یا تورونه چې پر حکومت لګېږي چې واقعي جدي اراده نشته، دغه موضوعات یې رد کړي دي. او د حکومت د ارادې خبره یوه موضوع په ورځپاڼو کې راغلی. خو زه باید د ویسا ورځپاڼو نه راپیل کړم. د ویسا ورځپاڼې په خپله نننۍ ګڼه کې لیکلي چې د افغانستان لوی ملي ائتلاف وایي د چهارشنبې په ورځ به په مرکز او ولایتونو کې مدني حرکتونه پیل کړو. حکومت د لوی ملي ائتلاف له لوري د ټاکل شوي ضرب الاجل تر پوره کېدو دوه ورځې وروسته لوی ملي ائتلاف د سترو حرکتونو او مدني نافرمانیو د پیلولو خبرداری ورکړی دی. د افغانستان د لوی ملي ائتلاف غړو چې وړمه ورځ خپلمنځي ناسته یې کړې وه، وایي چې د سه شنبې په ورځ به په انتخاباتو کې د حکومت او کمیسیون د درغلیو په تړاو اسناد له رسنیو سره شریکوي، او د چهارشنبې په ورځ به خپل حرکتونه پیلوي. د لوی ملي ائتلاف غړي فضل الرحمن اوریا ویلي چې دغه حرکتونه او مدني نافرمانۍ به په پلازمینه کابل سربیره د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم پیل شي. په ورته وخت کې د لوی ملي ائتلاف له لوري په خپره شوې اعلامیه کې هم یادونه شوې چې د سیاسي ګوندونو له نظارت پرته له درغلیو ډک انتخابات به افغانستان له جدي کړکېچ سره مخ کړي. د لوی ملي ائتلاف یو بل غړي وحید غازی خیل او همداشان بل غړي فضل الرحمن اوریا زیاته کړي تر هغې چې حکومت غوښتنې ونه مني دغه ولسي حرکتونه او مدني نافرمانۍ به روانې وي. دا د ویسا ورځپاڼې مطلب و چې د افغانستان د لوی ائتلاف په نوم د یو ائتلاف څرګندونو په اړه یې کړی و چې وایي سر له سبا چهارشنبې ورځې په کابل سربیره ولایتونو کې هم مدني نافرمانۍ کوي. البته دغه څه په غبرګون کې چې د ټاکنو خپلو کمیسیون حکومت ته دوی وړاندیزونه کړي، غوښتنې کړي وي، او هغه غوښتنې د دوی په وینا چې نه دي منل شوي. د ارمان ملي ورځپاڼې بیا لیکلي چې عبدالله عبدالله میگوید برگزاری انتخابات تنها گزینه برای بیرون رفت افغانستان از وضعیت کنونی میباشد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت تاکید میکند که برای تأمین منافع ملی افغانستان و بیرون رفت از بحران موجود برگزاری انتخابات پارلمانی یگانه گزینه است و هیچ ملاحظه نمیتواند مانع برگزاری انتخابات پیشرو شود. رئیس اجرایی میگوید حکومت در راستای برگزاری انتخابات پارلمانی مصمم است و نخواهند گذاشت تا مانع به این پروسه سایه باشد و تصمیم حکومت را به برگزاری انتخابات خدشه‌دار سازد. او میگوید این اطمینان را برای مردم افغانستان میدهد که تعهد کاملشان به حفظ سلامت نظام و رفتن به سوی انتخابات است. در درمان ملی و رسمانی مطلب بود چه خپلا ننانه گرنه که در اجرای رئیس دکتر عبدالله د سرگندوانو په اړه خبر کړو. همداشان اطلاعات روز ورځپاڼې بیا خپله سرمقاله د ټاکنو په اړه مطلب ته خپره کړې ده، او لیکلي دي چې نافرمانی مدني یا سبوتاژ انتخابات. ائتلاف بزرگ ملی که اکنون شماری از چهره ها و جریان های سیاسی منتقد حکومت
را گرده هم آورده به تازگی اعلام کرده که نافرمانی مدنیش را در اعتراض به بی‌اعتنایی حکومت برای اصلاح روند برگزاری انتخابات آغاز خواهد کرد. این اعلامیه پس از آن صادر شده که گفتگوی رئیس جمهور با احزاب سیاسی بر سر تشخیص میکانیزم برگزاری انتخابات به نتیجه نرسید. شماری از احزاب و جریان‌های سیاسی با آمار ثبت نام شدگان در انتخابات پارلمانی معترضند و خواستار بایومتریک کسانی هستند که واجد شرایط رایدهی می باشند و برای شرکت در انتخابات ثبت نام کردند. احزاب و جریان‌های سیاسی دلایل کافی برای اعتراض بر حکومت دارند. در جریان 4 ماه گذشته نشانه‌های فراوانی از نقص‌های سیستم کنونی انتخابات ثبت شده است. ثبت نام رایدهندگان بر اساس شناسنامه‌های آنها موجب تقلب و سوء استفاده از این سیستم را فراهم آورد. درنو لیدونکو د ورځپاڼو غورچاڼو چې په خپلو نننیو ګڼو کې د ټاکنو په اړه بیلابیل مطالب خپاره کړي او د افغانستان د لوی ملي ایتلاف د خبردانۍ نیولې بیا د حکومت تر ژمنتیا چې پارلماني ټاکنو ته یې لري او وایي چې ټاکنې یوازینۍ لاره ده چې د هېواد اوسني کړکېچن وضعیت ته یوه حل لار کېدلی شي او هغه خنډونه او هغه موانع چې د ټاکنو پر وړاندې راپورته کېږي کوم خنډ نه شي واقع کېدلی د ټاکنې په پروسه باندې او ټاکنې به په هماغه وخت چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا یې د ترسروي نېټه اعلان شوې ده ترسره کېږي او د لوی ملي ایتلاف د خبرداري په اړه هم مطالب راغلي وو. نو کریم د ورځپاڼو حال همدا و د حکومت د ژمنتیا خبره وه چې د ټاکنو پر وړاندې موانع خنډ نشي جوړېدلی او ټاکنې به په خپل وخت کېږي او ټاکنې یوازینۍ لار ده د اوسني کړکېچن وضعیت لپاره یوه حل لار ده او د لوی ملي ایتلاف د خبرداري یادونه شوې ده چې لوی ملي ایتلاف وایي که چېرې د دوی غوښتنې ونه منل شي په کابل ولایتونو کې مدنی نفر. خب احزاب سیاسی پس از اینکه خواستایشان رد شد از سوی حکومت یک نشست مشترک داشتن سران 7 حزب با رئیس جمهور و در اون نشست ظاهرا فیصله شده که یک کمیته مشترک ایجاد شوه هم از حکومت و هم از احزاب سیاسی تا کار بکنن به گونه مشترک که راه های حل به خاطر حل اختلاف ها یا که حداقل رضایت احزاب به دست بیایه پیدا شوه. هنوز به ما گفته نشده که آیا این کمیته ایجاد شده از دو طرف کارشان آغاز شده یا خیر، ولی در روزهای آینده دیده میشه که چقدر نتیجه میده. بله، او د سیاسی جریانون او د احزاب و د سیاسی کمیته نن ویلو چې د کمیته تر اوسه ایجاد شوی نه ده او دو ورځې کېږي چې ولسمشر لارښوونه کړې وه چې د احزاب او د حکومت د استازي و ګډه کمیته دې جوړه شي. دلته هم دا خبره تر یوه حده ډېره واضح نه ده. حکومت د کمیټې جوړېدو خبره کړې وه او احزاب بیا دا ویلو چې د دوی غونډه کومې نتیجې ته ونه رسېدله. دلته هم یو څه گنگشتی هشته به این ترتیب باید دیده شود که احزاب و جریان های سیاسی در روزهای آینده تصمیم بعدیشان چیست. اگر کمیته ایجاد نشوه و کارش نتیجه نده، ظاهرا که اونا هنوز پافشاری دارند بر پذیرفته شدن خواستایشان و ای که حرکت های مدنی و حتی نافرمانی های مدنی را روی دست دارند که به راه خواهند انداخت. باید ببینیم که در روزهای آینده چی خواهد شد. بحث دیگر هم در مورد انتخابات فوادی است که اوراق رای دهی به خاطر چاپ به بیرون فرستاده شده و پس از چاپ دوباره به کشور خواهد آمد. یعنی کارهای کمیسیون انتخابات تقریبا به گونه نرمال ادامه داره و تا هنوز که احزاب مانع کارهای کمیسیون نشدن، اما در آینده باید ببینیم که حکومت با احزاب چگونه کنار میآید. بله، د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر نن یو خبری کنفرانس کې ویل چې دوی رای پاڼې چاپ لپاره استولی دي او 9.9 میلیونه پاڼې به چاپېږي. دلته هم د نظرو بنسټونو او همداشان د نورو بنسټونو یوه ملاحظه شته. دوی وایي چې تر اوسه د رای ورکوونکو وروستی لیست نه دی جوړ شوی، نو دوی څنګه له وخت مخکې د رای پاڼو هغه شمېر معلوم کړی چې څومره به چاپوي؟ به یک شمار بسیار زیاد هم 9.9 میلیون، یعنی 9.9 میلیون برگه رای دهی چاپ میشه، در حالی که به گفته نهادهای ناظر هنوز روشن نیست که فهرست رای دهنده ها چی زمان ترتیب خواهد شد، تهیه خواهد شد و پس از اینکه مشخصات ثبت نام شده ها وارد بانک اطلاعاتی کمیسیون میشه، اینجا کمیسیون یک شیوه را برای انداخته که باید تفکیک بکنه یا جدا بسازه آمار واقعی را از آمار غیر واقعی. یعنی احتمال داره که در آماری که اعلام شده از سوی کمیسیون انتخابات یک کاهشی هم به میان بیاید. انتقاد نهادهای ناظر است که اگر قرار باشه که یک کاهشی به میان بیاید،
پانی باید چاپ چرا برگاه‌های بسیار زیادی چاپ میشه؟ بله، او بعد کمیسیون در رئیس یو خبر داد چې په افغانستان کې وضعیت تقریبا بلابل برخو کې ستونزې شته، له امنیت او اخلو نور برخو کې دوی یو ډول احتیاط لمخې ډیر پانی چاپوي. د دې ټولو سره بله مسله د رای پانو په برخه کې دا ده چې هغه 15 دش کسان چې لیست نه لري شوی دي د شکایتو کمیسیون، اوس دوی نمونه په دغه پانو کې شته که نشته؟ په همدې باره یو سوال شته، تر څو چې موږ د ټاکنو کمیسیون له مسؤلینو سره غږېدلي وای چې دوی نمونه نشته په دغه پانو کې چې دوی د چاپ لپاره و اونا اعتراضاتشان هم همچنان ادامه داره، هرچند دفترهای ولایتی کمیسیون باز شده چون از طرف هواداران این نامزدا بسته شده بود، اما اعتراضات نامزدان معترض همچنان ادامه داره. ادامه برنامه را ما با نامزدان معترض و همچنان رئیس کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی ادامه خواهیم داد و این پرسش هایی که متوجه کمیسیون شکایت انتخاباتی بله بله. از او خواهیم پرسید، ولی خب دیده شود که پاسخ اونا چیست به نامزدان معترض و برگاه های رای‌دهی فرستاده شده برای چاپ. آیا زمان یا ممکن است که نام اینا دوباره در فهرست گنجانیده شود یا این تصمیم نهایی است و هیچ برگشتی نخواهد داشت؟ نوک چری دیوی مشت لپاره گمان کنم تاکون کمیسیون ولی چپ یو مشک بده پانی چاپیگی نوک چری تیوی مشت استون زال نشی نو پانی چی چاپ شد دی کسان نمونه پکی نو دی 15 درش کسانو نو بیا خبر تقریبا پروستای ده و قطعی ده زکر تاکون شکایتون کمیسیون باید چه دوی تصمیم مرسته ده پدی که ایست دول تغییر نرازی او دوی مکمل و اسنادون و موثق دلایل پر بنسټ باندې کسان د نوماندانو لیست نه لري کړی. تاسو په دې اړه په بس کې نورسته وغږیږي، خو موږ په دې غږیدلو چې دغه 15 دېرش کسان نومونه چې اوس په پاڼو کې نشته دوی پاڼې چاپ لپاره استولي دي، نو په یو ډول وروستی تصمیم دی نو چې دوی نومونه کمیسیون هم تا جایی که دیده میشه از مردم شنیده میشه است که هنوز نتانسته با انجام کارهایی که صورت گرفته همه اعتماد از دست رفته را دوباره به دست بیاره. حالا باید ببینیم که ماموریت کمیسیون بسیار سنگین است در زمانی که باقی مانده، هم اعتماد مردم را باید به دست بیاره و هم کارهایش در زمان تعیین شده انجام بده که در چند بخش ما دیدیم که موفق نبوده، مثلا در تحییف فهرست رای دهنده ها که ما فکر می کنم 20 تا 20 چند روز با تاخیر تهیه خواهد شد و اعلام خواهد شد. تقویم سر سم دو اینی دیروان پر برخی که زندگی او یو بل مثلا دا چې د ټاکنو کمیسیون په څو ورځو وروسته ویلي دي چې د رای ورکوونکو وروستی لیست به هم برابروي، وګورو چې دوی په خپل وخت باندې کولی شي چې دا لیست برابر کړي. او ببینیم که در زمانی که تازه تعیین شده برای تهیه فهرست رای دهنده ها کمیسیون موفق میشه که ای کار انجام بده یا خیر، هرچند اقداماتی را روی دست گرفته در سه زمان به خاطر تهیه فهرست رای دهنده ها کارمندایی را استخدام کرده که کار میکنند. ممنون از خودت فواد که با ما بودی و بیننده های عزیز، وقفه کوتاه میگیریم برمیگردیم. باز هم خوش آمدید آقای عبدالعزیز آریایی، رئیس کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی و همچنان آقای بشیر قانت نامزد حذف شده برای بحث بیشتر اینجا در استودیو با ما هستند. البته باید گفت که قرار بود که در این بحث خانم فوزیه کوفی نامزد حذف شده و همچنان آقای اسدالله شریفی دیگر نامزد حذف شده از فهرست نهایی نامهای نامزدان هم شرکت داشته باشند، اما به علتی که آقای آریایی حاضر نبود با اونا در یک میز به بحث بشینه، اونا از شرکت در این بحث خودداری کردن. مهمانان عزیز بسیار زیاد خوش آمدین به بحث. آقای قانت، بحث با شما آغاز بکنیم. منطق شما برای مخالفت با تصمیم کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی چی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ما به اساس ابلاغی از یا که گویا داشتن افراد مسلح باعث شده که ما از برنامه حذف شدیم، دیگر کدام دعوای خاص با کمیسیون یا با دیگر دوستان ما نداشتیم و نداریم، هم صرف به این منظور که ما دو ارتباط اسنادی را کردیم که ما افراد غیر مسئول نداریم، با افراد مسلح سر و کار نداریم. ما نه تنها در این مرحله، در سال 84 هم که کاندید کردیم در پروسای دایاک دیدیار همگی سلاحایی که ما قماندان جهادی بودیم، همه سلاحایی که داشتیم سقیله خفیفه به دولت تسلیم کردیم، اسنادش موجود است پیش دولت پیش ما، و در این مرحله ما مطمئن کاندید کردیم که ما چیزی نداریم به پیوند به این قضیه. یک بار همینطور اعلان شد که دیگه فکر میکنم
شما چند نفر مسلح دارین آقای قانت در حال حاضر؟ هیچ نفر مسلح ندارم. نگهبانم ندارین؟ نگهبانم ندارم نه. درست. و تصمیم کمیسیون پس بر بنیاد چی بوده؟ بعد بنیاد تصمیم گیری کمیسیون شکایتی بوده که کسایی که عضویت یا رهبری گروه‌های مسلح غیر قانونی را دارن باید از فهرست بیرون کشیده شوند. پرسش شما در حال حاضر از آقای آریایی که نزد شما هست چی است؟ دیگه یا خودشون جواب بدن که اینا را کون منبع گفته که مثلا دارم یا رهبری کم گروه مسلح را دارم یا جواب بدن. من خود ندارم میگه پاره. ممنون آقای آریایی، بسیار زیاد خوش آمدین به بس. خب شما با شما کی گفته که اینا مسلح دارن و شما چگونه اینا را بیرون کشیدین؟ بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت شما و هموطنان عزیزم. سلام باشم. من قبل از اینکه وارد بحث شوم دو تا سه تا نکته را به هموطنان عزیز میخوام روشن بسازم. حرف اول این که نشست ما امروز فقط به خاطر این که هموطنهای عزیزی ما فکر نکنن که ما آنچه را کردیم خدا نخواسته مخصوصا به کاندیدان حذف شده یک غرض شخصی ما بوده، بلکه آنچه که کرده شده است به خاطر تطبیق قانون بوده است. اگر قانون درست است یا غلط است، این قانون زاده دست ما نیست و مفکوره ما نیست. قانونی هست که قبلا تهیه شده و ایجاب میکرد که هر کسی که ذریعی مواد قانون ملاحظه میداشت این را باید قبلا تنظیم میشد و قبلا تعدیل میکردن حدی اقل و بالاخره که در اختیار ما قرار میدادن که مطابق از این کار میکردیم. حالا هم چیزی را که کردیم مطابق قانون کردیم، این یک بحث. دوم بحثی که میخوام خدمتتون باز برسانم به وضاحت که مردم شریف افغانستان باید بدانن که بالاخره روزی قانون تطبیق شدنی است و ما در کنار مردمی مظلوم و بیچاره و فقیر افغانستان هستیم. با توجه به موضوعی که جناب قانت صاحب اشاره کردن، من شخصا به تمام کاندیدان حذف شده میخوام بگویم که به هر کدامشان به صورت فردی احترام دارم. خب احترام سر جاش، ولی اینو میپرسن که سر سوالشون من بحث میخوام بکنم. اما آنچه که مربوط به ما میشه در ارتباط به شخص قانت صاحب حالا به حساب بحث میکنیم، اول ای که آقای قانت مواردی مشخصی را که قبلا در ولسوالی چیابی ولایت تخار از ایشان سر زده است، مردم افغانستان از طریق تریبیون شما که اینمی جاست نشر شده و در اختیارشان قرار دارد. چی بوده اون موارد؟ مواردی که حمله بر مسجدی ولایت ولسوالی چیابی ولایت تخار هست در خدمت کلی رسانه ها قرار داره و شما میتونید که از آرشیفتون در خدمت مردم هم قرار دادید. حمله کار آقای قانت بوده. اجازه بدین. این حمله کار آقای قانت بوده؟ آنچه که شما گفتین بله. آنچه که مردم افغانستان، این حمله کار آقای قانت بوده؟ آنچه که اسناد و شواهد به ما نشان میده بله. و حالا اگر بحث از اسناد و مدارک باشه، من فقط چون چند تا موضوع هست باید بدانم مردم افغانستان که مطابق قانون ما حق نداریم که الزامی با اتهامات را بر ایشان وارد بکنیم مطابق قانون. به همین خاطر بود که ما نخواستیم که اصل جزئیات موضوعی که مربوط به ایشان میشد و قضایایی که بر علیه ایشان درج شده ما بعد او را آقای آریایی تنها هم یک مورد بوده درباره آقای قانت حمله بر یک مسجد چی بوده؟ موارد دیگه موارد من مشخص اینجا لیست کردم براتون میگم، ولی قبل از اون من میخوام بگم که ما چرا قبلا نگفتیم این موارد را. ما به خاطر نمیگفتیم این موارد را که در حقیقت مسئولیت خودی از اینا از لحاظ حقوقی به حساب عدم صلاحیت حقوقی ما در زمینه که ما بخوایم به حساب مردم را متهم بسازیم اینی موارد بود. اما قانون چیزی را که برای ما صلاحیت داده بود محدود شدن از اینها در ارتباط با کاندید شدن در پست هایی که در حقیقت انتخابی هستند. ولی اینا حق دارن بدانن که به خاطر چی حالا حذف شدن. اینها حق دارن موارد دیگر بفرمایید چی بوده؟ داشتن میدانستن و براشون ابلاغیه نشر شده. موارد دیگر اگر بفرمایید انفرادی نشر شده. مواردی که اگر اجازه مون میتین که بحث ادامه بدیم چون مردم افغانستان انتظار دارن که بدانن. بفرمایید. اگر اجازه مون نمیتین که باز محدود که میسازین باز من میخوام که بحث ادامه بفرمایید. ببینین اول ادعای یا شکایت اهالی ولایت تخار افغانستان که ولسوالی چیاب مشخصن که ده ها نفر است، یعنی چند صد نفر اینجا امضا کرده پیش ما روان کرده. یک. دوم، از کمیسیون حقوق بشر در رابطه با نقض حقوق بشری آقای قانت موارد مشخصی درج شده و لیست 120 نفر از اهالی قریجات مختلف ولسوالی چیابی ولایت تخار در این لیست مندرج است که جناب آقای قانت زمانی که گویا زمانی که
در ولایت در ولسوالی چیابی ولایت تخار بالای مسجد حمله میکنه و موارد مختلفی خریجات دیگری مانند سیف آباد حمله میکنه، این مردم را میکشه و چند نفر ۱۲۰ نفر به قول من، به قول همین شکایتی که به شما رسیده، به قول شکایتی که به ما رسیده چند نفر، ۱۲۰ نفر قتل شده. ۱۲۰ و بعدش حالا ببینید که من مشخص اسناد و مدارک را براتون ارائه کنم. شهادت اهالی قریه که بیش از صدها نفر است. دوم، مکتوب رسمی ریاست لوی سارنوالی ولایت تخار جهت تعقیب و دستگیری آقای خانید. من متاسف هستم که چطور اگر این گپا ثابت هست جناب آقای خانید در پهلوی من ششته و من برای ازی باید پاسخگو باشم. ای باید اونجا مسائلش را حل میکرد. و بعد گپ دیگرش داشتن اونمو سی دی هایی که در ارتباط با ایشان در عمل کردشان که شما هم نشر کردین و مردم افغانستان هم از او آگاه هست. به می ترتیب مکتوب حقوق بشر مبنی بر دست داشتن آقای خانید در قتل های زنجیره‌ای، حمله بر مسجد و قاچاق مواد مخدر و همچنان داشتن تعداد زیادی از افراد مسلح غیر قانونی. چند نفر از افراد مسلح؟ تعداد افراد مسلح غیر قانونی که پیش ما درج شده است از آقای خانید به حد خیلی زیادی می باشد که لیستش را یک اشارتاً براتون می گویم. فقط می خواهم اینجا لیست را براتون ارائه کنم. اینی لیست است. 26 نفر در این لیست است. 26 نفر. و بعدش به ادامه از این باز لیست ادامه داره. 60 نفر در این لیست است. درست. و بعدش ادامه داره بالاخره که 124 نفر، 154 نفر و 171 نفر. بالاخره که 171 نفر ادیاخر آنچی هست که در لیست ما برای ما یعنی در اینجا ارائه شده از طرف شما بر بنیاد اینمی اسناد و شواهد آقای قانه تصفیر است. حالا گپ متوجه باشید. نه نه نه، موارد دیگه هم هست. لیست خب این افراد گفتم براتون، نه که لیست افراد مسلح غیر قانونی و لیست کسایی که اشارتشان هم هست که کشته و زخمی شدند در این قضایا. حالا کی 120 نفر میشه؟ حالا بحث چیست؟ بحث پیش ما است که ما اسناد مدارک و بالاخره که معیارهایی را برای تثبیت اسناد و مدارک داشتیم. این معیارهای ما مسجل هست در اسناد رسمی ما که کمیسیون بررسی اصول شفافیت در روند تصمیم گیری که جنابشان آمدن دفاع خود کردن و دفاعشان قناعت بخش به کمیسیون تمام نشده. یک. دوم، طرز عملی که ما مشخص داشتیم در این موارد تعریف شده و مشخص شده که شما در اختیارتان از طریق رسانه ها و همچنان در وبسایت ما هست. به این ترتیب شما میبینید که مکانیزم تصمیم گیری هست که ما چگونه ما تانستیم که تصمیم را بگیریم. اول ما مکانیزم را داشتیم، پس در کلیت موضوع میاییم. کلیت موضوع است که اینمی آقای خانید که در محضر شما و ما امیل لازه قرار داره، جناب آقای خانید به اساس ادعای صدها نفر از اهالی ولسوالی چیابی ولایت تخار و به اساس ادام نیست شما ادام نیست شکایات و اساس پیگردهای قانونی که حکومت افغانستان در قبال ایشان داشتن و همچنان به اساس مکتوب حقوق بشر از فهرست بیرون شدن و به اساس تعداد زیادی ممنون. از لیست هایی که پیش ما وجود داره بوده؟ از چیزهایی که در قبال از اینها است حذف شدن، شخصی ما با آقای خانید هیچ مشکلی ندارم، اما مردم افغانستان مرا امروز ما که در پهلوی مردم افغانستان باید قرار داشته باشم، آقای خانید را ما در قبالش تصمیم را گرفتم و حتی من میگم که من تصمیم را گرفتم به افتخار ایرا به خاطر میگویم که مردم افغانستان بدانند که اینجا کمیسیون بود در اصل، من شخصا تنها ممنون آقای آری، ولی باز هم به افتخار میگویم که اگر چیزی را که کردیم به خاطر مردم افغانستان و تطبیق قانون کردیم، اگر قانون غلط است باید مراجع ممنون آقای آری و مراجع قانونگذار در زمینه تصمیم گرفتن نما، و اگر قانون درست است باز هم ما تصمیمون را بر مبنای امی خود ممنون آقای قانت. شما شنیدین عرفای قیاریایی را در قتل 120 نفر مهربانی عرایز مردم ده ها نفر مسلح غیر مسئول قاچاق مواد مخدر، قتل 120 نفر کاری ساده نیست. مهربانی که عرایز 120 نفر هم ایراد کنن گفتن است عرایز امیل لازه پیش ما آقای قانت قانونن ما حق ندارم که هویت مردم را افشا کنم. چرا؟ شما میدان قانون مرا اجازه نمیده. 120 نفر شما از کجا؟ موارد دیگر شما از کجا؟
این حکومت نبود، اینجا حکومت نبود، اینجا حکومت نبود، اینجا قانون نبود، حکومت نبود. آقای قانت، آقای قانت، وقتی که تفنگ داشته باشیم، مورد دیگر قاچاق مواد مخدر و حمله بر یک مسجد بر ولسوالی چاهاب، بگذارین که صحبت کنم. جنابشان 171 نفر به حساب مسئله دارن، ولسوالی چاهاب 50 نفر پلیس داره. در مقابل جنابشان چی کرده میتونه که حکومت در اونجا بتونه تضبیط قانون کنه؟ ثبوتی از کدام مرجع است؟ شما را کدام مرجع امنیتی گفتن که اسناد دارن با خودشان؟ اسناد ساختگی است، اسناد ساختگی است. عرایض مردم میگن، عرایض مردم. یک نفر در کابل خودش به شخص امضای خودش عریضه را سنات رو شامل آورده برایشان داده، دیگه هیچ کسی مدعی من نیست. یک عریضه در پیوان قتل مهربانی کنند، یک عریضه در پیوان قتل، یک قتل 120 نفر. من در کجا بودم؟ من از حکومت فراریستم، من پایگرد قانونی زیر کدام تاتی کدام امر حکومت در کجا بودم؟ مهربانی کنند. حمله بر مسجدی که در ولسوالی چاهاب صورت گرفته، چی سند داره؟ چی سند داره؟ یک لحظه باشه، اینمی لحظه حداقل چیزی که هست. من نامه را نه معذرت میخوام، در اختیار شما قرار نمیگیرم. ببینید، یک لحظه، 1 2 3 4 5 6 8 اینجا 8 تا است. بعدش می اینجا 3 کاتگوری هست که باز محاسبه میکنیم، ضرب 3 میکنیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 آقای آریایی، 21 22 23 24 25 26 میشماریم اینا را. پس اگر یک وقفه میگیریم وقت پایان یافت. اگر میشماریم بسیار خوب گرفتاری سارم والی به ایشان. ادامه برنامه. آقای آریایی، داشتین برمی شمردین کسانی را که شکایت کردن در برابر آقای قانت؟ چند نفر بوده در مجموع؟ 82 طرف بود و از 28 در 23 تقریبا 90 تا، یعنی از 100 تا بیشتر میشه. بیش از 100 نفر شکایت کردن در برابر آقای قانت. بله، این شما شاهد هستین و این موضوعات مسلما ثابت است. و اسنادی که شما گفتین که سارنگولی در سارنگولی هم اینی سند است که او شخصی است. اینجا چی گفته شده؟ او شخصی است. 3 نفر است که سارنگولی تحقیق است. سارنگولی معذف تحقیق، عامل تحقیق جرایم. اتهامش چی است؟ اتهامش چندین تا موارد است، از جمله حمله بر مسجد تخار است، قتل و غارت است و مواد مخدر است، یعنی موارد مختلف است. و هم کمیسیون حقوق بشر، مکتوب کمیسیون حقوق بشر که ما راجع شده که در اینجا موارد را مطرح کرده است که دیگر داشتن افراد مسلح غیر قانونی، نقض حقوق بشری و موارد چی هست؟ ممنون. این مواردی هست ممنون که اینجا تذکر رفته کرده. آقای قانت، شما اسناد دارین میبینین و اتهامایی که در برابر شما هست، بیش از 100 نفر ظاهرا شکایت کردن در برابر این 100 نفر همینجا جور شده است. در کجا جور شده؟ در کابل سناتور شامل، تاپای سناتور شامل است، با کمیسیون شکایت نوشته کرده که اینه شکایت مردم هست، نه امضای ولسوال است، نه امضای ولایت است، نه امضای شورای ولایتی است، کسی نیست. و افراد مسلح که شما دارین؟ شما هیچ افراد مسلح ندارین؟ هیچ ندارم. و موضوعی که حمله بر ولسوالی مسجد در ولسوالی چاهاب شده، شما حمله نکردید؟ چی ثبوت داره که ما حمله کردیم؟ ما بالای مسجد، ما خدا از من گرفته که سر مسجد حمله کردیم. اینجا شکایت شده است؟ شکایت شده، خود نه شکایت نشده. شکایت ها دروغ است؟ کلش دروغ است، یک تهمت است. و اتهامی که سارنوالی بر شما بسته هم شما او هم تاریخ یادو را ببینید، تاریخ 3 سال پیش است، عینی گفتن یک سارنوال است که رقیب سیاسی ماست، او را جور کرده، او اسناد نیست. ای سالان والی میتونه تقوار معلومات بگیره. زمانی شکایت چی زمانی سخای آریایی؟ زمان شکایت، خب به هر حال زمان شکایت تاریخ 92 هست فکر میکنم. او چند سال پیش بررسی به خاطری خب. آقای قانت، چند روز پیش یک ویدیویی به رسانه ها رسید که نشان میده شما با یک کسی به نام سیف الدین اکبری چانه میزنین به خاطر پرداخت پول و اونا وعده میسپارن به شما که نامتان درج فهرست شود. اکبری کی است؟ با آقای آریایی چی رابطه داره؟ اکبری دستیار و مشاور خاصی آقای آریایی است. دستیار و مشاور خاصش. و اونا از کجا آمدن؟ به شما چی گفتن؟ چگونه شما رو پیدا کردن اصلا؟ ما مدیر جنایی ولایت قماندانی امنیت تخار سید مصدق الله در سالهای 92 و 91 و در این سالها در بدخشان مدیر مواد مخدر قماندانی بود. آشنایی که با آقای اکبری و با آقای آریایی با این جمع بدخشانی ها داشته، او آدم وطنداری ماست. او مرا تلفن کرد که شما از کمیسیون حذف شدین.
مدیر جنایی فرماندهی پلیس تخار به شما تلفن بله عرض شدین یعنی شما خبر نداشتیم خبر نداشتم خبر از مرحله اولش خبر داشتم که عرض شدم ولی تا ابلاغ نشده بود ما گفتم خیاس شدیم دیگه عرض کردن قانون البته کمیسیون پیش داشت عرض کردن باز یک ساعت بعد دیگه زنگم زد گفت کسی هست مداد کابل معرفیت میکنم مشکل تا اگر بگوین ماجرا را کوتاه آه گفت یک ساعت بعد یک کسی هست معرفی میکنم شما را شمیتم گفتم کی هست گفت اکبری میگن دستیارای آقای آریایی است از نزدیکاش است برادر سرگروپی ازی است ملامتین اینا از خود هستن امرای تماس بگیم مشکل تعلیم میکنم گفتم خیلی شماره از او رابطه شماره اکبری را داد من اکبری را نمیشناختم نمیشناختم وقتی که زنگ زدم اکبری مرا یک روز گپ داد نیامد خب وقتی که آمد دقیقا پس چی گفت پس باز به هدایت مصدیق آمد پیش از اینکه بیاید سید مصدیق الله از ما در طالقان یک نماینده خواست نماینده مرا گفت که نماینده تا پیش مرا اون که گفتم کار داری گفت کاری خصوصی دارم در تلفن نمیگم وقتی که نماینده مرا اون کردم از من یک لک دلار به خاطر آریایی سیب اولا کرد گفت یک لک روپه بده مشکل آریایی حل میکنه کی گفتی موضوع را مصدیق الله درست ما یک روزی گپ توقف دادم سواش ما پس زنگ زدم گفتم خی اکبری روان که پیش ما اکبری بیا که چی میگه اکبری که آمد امرای ما پیش ازی که اکبری بیا ما لوی سارنوالی در جریان قرار دادم که برنامه همی تر است شما آگاه باشین کسی را راهی میکنین و نماینده تان آقا اکبری چی گفت دقیقا به شما وقت که آمد؟ اکبری که آمد امی گفت گفت بری مکی یک نیم لک روپه میگرفت آقا یاری یاری 50,000 شو بخاطر تو که اندیوال من بدی در غیاب میشناختیم از خود ما بدی 50,000 شو عصف کردیم یک لک روپه میگیره و یک لک روپه را 50,000 شو نخت میگیره 50,000 بعد از اینکه نامی تر در فریس آورد باز میگیره ما گفتم خیلی من یک روز دو روز فرصت بده پیسه را آماده کنم من پیسه ندارم یک روز بعد باز دوباره پیسه را آماده کردم آمد اونم چیزی که دیدن ولی آقای قانت شما از کجا مطمئن بودین که سیف الدین اکبری نماینده آقای آریایی است شما با آریایی تماس داشتین یا نه. در ارتباط بودین نمیشناختم نه آریایی را میشناختم نه اکبری را ولی چگونه مطمئن بودین دگه... که بله از مصدق الله مطمئن شدم و از بعضی بدخشانی های دیگه پرسان کردم و وقتی اکبری که آمد بسیار نزدیک صحبت کرد که من 11 بجه شو ای صبح که رفت بودم باز این از پیش تو بر اومدم 11 بجه شام برای شما فکر نکردید که اکبری میتونه یک کلاهبردار باشه نه ما فکر کلاهبرداری بکنه ما چرا کارهای دیگر شم خبر شدم معلومات زیاد در بارش گرفتم در چند روزی که بود از دیگه بدخشانی از دیگه دوستا پرسون کردم چی کارهایش چی بوده روزی هم که می اومد آقای اکبری خانه ما که اومد از موتری تورابازی مزاری که وکیل بود اسب شده بود او را پس از شامل لیست ساختن از موتری ازو و از قاریفهیم مزاری اردشون کاندیدای که فعلا در لیست هستند اردی از او در موتری از او در سر جلا او سوار بود کاری فهیم شناخته ایمه بود و تشد اکبری در خانه ایمه در آمد دیگر نه تنها در موردی ما پول گرفته شاید از بسیار کاندیدای دیگر پیسه گرفته شاید یا گرفته گرفته شما سند دارین که اکبری از گفتن که گرفته. از کیا گرفته خود اکبری در مو ویدو میگه خود اکبری میگه که ما از سانگزه مزاری کاری از او را کدم سر یاریایی کاری از او را کدم که امروز در موتری از او پیش ما آمده بود ما او را نمیشناسم از قولی از او نمیگم از قولی خود اکبری میگم کاری چندین وکیل دیگر را کردم از طرف میکنم ممنون آقای آریایی شما رابطه خب شما با سیف الدین اکبری چی است؟ اول همی که ما تشکر میکنم از یک لحاظ از آقای خانید که یکی از کلاهبردارا و یکی از آدمایی که واقعا شهرتی بسیار بدی در ولایت بدخشان داره و مخصوصا در ولسوالی ارگو داره او را در اختیار لوی سارانوالی افغانستان و بالاخره در پنجه قانون سپردن اما چیزی که بسیار جالب است برای ما است که اول اگر آقای اکبری از ولسوالی ارگو هست 260 یا 270 هزار نفوس در ارگو وجود داره و علاوه به او ما یک افغانی هستم که در جاهای مختلف تحصیل کردم و هزارا افغانم میشناسم و همچنان هزارا شاگرد دارم و اینمی فرصتی بود که در حقیقت از این میتونید که هر کسی که کلاهبردار باشه با یک شناخت مجردی که با ما داشته استفاده میکرد آقای اکبری از آقای خانید هیچ کمی نداره یعنی مثلی از اینا یکی از کسایی هست که در رأس گروه های مسلح غیر قانونی هست در ولس و در ولس و نکردیم خودش بله. مستقیم و ببخشید خانید من منظورم دیگه چیز هست و بعدش هم آقای اکبری کسی هست که به مردمی بدخشان حداقل معروف است
که او یک آدمی هست که حداقل در چندین نوع جنایات دست داشت در گذشته و حالا هم که وقتی بحث از آقای اکبری میآید ما واقعا خوشحال هستیم که آقای اکبری واری یک کس فعلا در بندیخانه قرار دارد، حداقل در پنجه قانون قرار دارد. ارتباطی شخصی خودی من با او قطعا ندارم و شناختی را که من دارم است که او یک سرگروپ یا یک قماندانی به حساب مسئله غیر قانونی هست و بیشتر از او من درباره از او معلومات خاصی ارتباطی خاصی ندارم. ولی اونا به نمایندگی از شما رفتن؟ آره آره، حالا احتمال داره که آقای قانید به نمایندگی از من جای دیگری رفته باشه، احتمالاً. مثلا یک مثال میزنم که یالی آشنا شدیم، یا مثل از این مثلا ده ها تا دیگه شاید در جاهای مختلف دیگه رفته باشن. من این را رد نمیکنم که به عنوان ما از روز اول اعلان کردم، آقای خانی در تلویزیون ها اعلان کردم، من گفتم که اگر احتمالی از این وجود داشته باشه که کسی برای ما اطلاع بده که واقعا به نام شما کسی این کار را میکنه، من قطعا وعده و تعهدم به مردم افغانستان همی بود که او کسی که این تلاش را میکنه از لیست حذف خواهد شد. این تعهدم بود و در میان امی کاندیدایی که حذف شده تعدادی هستن که تلاش کردن به ایگب. حالا کسایی را که آقای خانید یاد کردن، اگر سندی به ما بیارن همین لازه هم براتون وعده میتم جناب آقای خانید که او مردم ها هم از لیست حذف میشوه و باز بیاین که از ما پول بخواین. در جمع کسایی که تلاش کرده آقای خانید بوده، اسنادی برای من ارائه بکنید که آقای خانید در جمع کسایی بوده که تلاش کرده و شناختی را که متاسفانه من صادقانه براتون بگم، یعنی چیزی که مردم افغانستان میبینن و ما تعهدات قبلی خود را به این مردم داشتم، به همین خاطرم حضور اینمی مردم در اینجا آمدم. باور بکنید که آقای قانید گفتی خودشان که من قطعا در رابطه با اینا جز اونمو حادثه مسجد که از طریق تلویزیون ها نشر شده بود چیزی دیگری نداشتم، نشنویده بودم یعنی. و بعدش وقتی که قضیه به حساب در ارتباط به اینا میآید، در مدوری اول هم که وقتی بحث میشوه ارگانای امنیتی که قدیم عضویت داشتن در کمیسیونی بررسی، اولین کسی که از لیست حذف میشوه جناب آقای خانید بود و اگر قرار می بود معامله ای در کار می بود در دوری دوم هم اولین کسی که حذف میشوه جناب آقای خانید بود. به این معنا بود که ما قطعا دروازه ها را بسته کردیم، تمام تدابیر را گرفتیم، هیچ نوع ارتباطی با کسی نداشتیم، حتی احتمال ای که از بسیار مقامات عالی رتبه هم اگر تماسی کانش می بود امور هم قطع کردیم به خاطری که تلفن ما در اختیار ما نداشتیم، تصمیم گرفتیم درست. ممنون آقای یاری. آقای قانت، خب شما دیدین اسناد و شواهدی که با خود دارن ظاهرا نشان میده که تمام بر شما وارد است، در نهایت بگوین که مخالفت شما پس به خاطر چی است؟ شما چگونه میتونید ثابت بسازین که این اسناد دروغ است؟ این اسناد کلا دروغ است. او اسناد سارنوایی در سال 92 عینی و جای عینی یک تخلص میکنه، بلکه بخونید برادرش کاندید است از نه فسر برده مصدق الله، اینا یک تیم استند. سال 92 خودش هم میگه سال 92 او ثبت چیز دفتر مفتر ندارد، حقوق بشر دیگه حقوق بشرش هم بین شکل اصلا این مداریکی ها امضای شما رو به نقض حقوق بشر متهم ساخته، امضایی که از مردم آورده کلش جعلی، تاریخش تایید ولسوالی از شهاب که آمده، چرا ولسوال تایید نمیکنه؟ عریضه اول به دروازه حکومت، دروازه ولسوالی به اوجا برای که ولسوالی تایید بکنه، نه که یک سناتور از جا او سناتور که رقیب من سناتور برای ما هیچ مناسبت نداره، امور آورده براتون داده، امور براتون داده. شما وقتی که ارتباط مرا میگه که اکبری هم مثل یزی، اکبری مثل خودت، اکبری تو شاگردی اکبری، تمام امکانات اکبری در اختیار تو، یک خانواده است نه یک فامیل است. چی امکانات اکبری چی بوده؟ تحصیلش در اسلام آباد از پول اکبری است، امکاناتی را که تالی خرج میکنه از مصاریف اکبری. شما از کجا میدانین آقای؟ معلومات گرفتم از از کجا اطلاعات گرفتین؟ از ارگوچیا، از رفیقا و از دوستایی که از بدخشان داشتیم، از فردش معلومات گرفتم که بخی این به خاطر همین کار میکنه. عبدالله کمیشنرش دیروز از تبدیل کرده جو آورد، اون دستگیر شد. اسیری طوفان مدیر تحلیل و بررسیش است، اولین دفعه عمر زنگ زد خانه محمد قطعی یک دستکی دیگه از این کی؟ حسیبی طوفان چی کار است؟ مدیر تحریرات کمیسیون سمی شکایات است از ورساج. خب یا کسایی هستند که در بیرون برنامه برای جناب کار میکنن، نه تنها از مو، از ده ها وکیلی دیگه، ولی اینا میگن که هیچ رابطه با اکبری ندارن و اونا کلاهبرداری کردن. کلاهبرداری نکردن، هیچ کلاهبرداری نکردن. ما صدا میکنیم که همین پیسه رو تو اکبری می در آریایی میبری یا کام کسی دیگه، خنده میکنه میگه مخ از می خانواده از او از خدی ما بمبر بگو میم. ممنون آقای خانت، پاسخ پس از وقفه میگیریم از شما آقای آریایی. میان برنامه کوتاه.
روبرو شده است. چنان که شماری از نامزدان حذف شده برای 12 روز درهای کمیسیون مستقل انتخابات را در کابل و 7 ولایت کشور بستند. کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی تصمیمش را درباره این نامزدان قانونی، مستقل و غیر سیاسی می‌داند. اما نامزدان حذف شده این فیصله را سیاسی و ناعادلانه می‌گویند. و اما سیاه و سفید این تصمیم چیست و این تصمیم بر کدام بنیاد گرفته شده است و آیا تصمیمی گرفته شده از سوی کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی برگشت دارد؟ پاسخ این همه را در برنامه امشب خواهیم گرفت. وقت شما بخیر، من کریم امینی هستم و تا یک ساعت دیگر با شما خواهم بود. اما در آغاز طبق معمول مرور بر روزنامه‌های چاپ امروز کابل با همکارم فواد اکبرزی. فواد سلام، بسیار زیاد خوش آمدی. امروز کدام موضوع انتخاباتی سرخط روزنامه‌های چاپ امروز کابل است؟ دیره من نکریم تات سلامونه لیدون کتا نن یا موضوع چی پا ارمان ملی و رسپانه کراغلی دو حکمت دیجرای رئیس دکتر عبدالله په قول ویل شوي دي چې حکومت جدي اراده لري ټاکنو ته او هغه وضعي او هغه اتهامونه یا تورونه چې پر حکومت لګېږي چې واقعي جدي اراده نشته دغه موضوعات یې رد کړي دي او د حکومت د ارادې خبره یوه موضوع په ورځپاڼو کې راغلی. خو زه باید د ویسا ورځپاڼې نه راپیل کړم. د ویسا ورځپاڼې په خپله نننۍ ګڼه کې لیکلي چې د افغانستان لوی ملي ائتلاف وایي د چهارشنبې په ورځ به په مرکز او ولایتونو کې مدني حرکتونه پیل کړو. حکومت ته د لوی ملي ائتلاف له لوري د ټاکل شوي ضرب الاجل تر پوره کېدو دوه ورځې وروسته لوی ملي ائتلاف د سترو حرکتونو او مدني نافرمانیو د له رسنیو سره شریکوي او د چهارشنبې په ورځ به خپل حرکتونه پیلوي. د لوی ملي ائتلاف غړي فاضل رحمان اوریا ویلي چې دغه حرکتونه او مدني نافرمانۍ به په پلازمینه کابل سربیره د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم پیل شي. په ورته وخت کې د لوی ملي ائتلاف له لوري په خپره شوې اعلامیه کې هم یادونه شوې چې د سیاسي ګوندونو له نظارت پرته له درغلیو ډک انتخابات به افغانستان له جدي کړکېچ سره مخ کړي. د لوی ملي ائتلاف یو بل غړي وحید غازی خیل او همداشان بل غړي فضل الرحمن اوریا زیاته کړې چې وایي سار له سبا چهارشنبې ورځې په کابل سربیره ولایتونو کې هم مدني نافرمانۍ کوي. البته د هغه څه په غبرګون کې چې د ټاکنو خپلو کمیسیون او حکومت ته دوی وړاندیزونه کړي غوښتنې کړي وي او هغه غوښتنې د دوی په وینه چې نه دي منل شوي. د ارمان ملي ورځپاڼې بیا لیکلي چې عبدالله عبدالله میگوید برگزاری انتخابات تنها گزینه برای بیرون رفت افغانستان از وضعیت کنونی میباشد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت تاکید میکند که برای تأمین منافع ملی افغانستان و بیرون رفت از بحران موجود برگزاری انتخابات پارلمانی یگانه گزینه است و هیچ ملاحظه‌ای نمیتواند مانع برگزاری انتخابات پیشرو شود. رئیس اجرایی میگوید حکومت در راستای برگزاری انتخابات پارلمانی مصمم است و نخواهند گذاشت تا مانع به این پروسه سایه باشد و تصمیم حکومت را به برگزاری انتخابات خدشه‌دار سازد. او میگوید این اطمینان را برای مردم افغانستان میدهد که تعهد کاملشان به حفظ سلامت نظام و رفتن به سوی انتخابات است. در درمان ملی و رسمانی مطلب بود چه خپل ننانه گرنه که در اجرای رئیس دکتر عبدالله عبدالله در سرگندوانو په اړه خبر کړو. همداشان اطلاعات روز ورځپاڼې بیا خپله سرمقاله د ټاکنو په اړه مطلب ته خپره کړې ده او لیکلي دي چې نافرمانی مدني یا سبوتاژ انتخابات. ائتلاف بزرگ ملی که اکنون شماری از چهره ها و جریان های سیاسی منتقد حکومت را گرده هم آورده به تازگی اعلام کرده که نافرمانی مدنیش را در اعتراض به بی‌اعتنایی حکومت برای اصلاح روند برگزاری انتخابات آغاز خواهد کرد. این اعلامیه پس از آن صادر شده که گفتگوی رئیس جمهور با احزاب سیاسی بر سر تشخیص میکانیزم برگزاری انتخابات به نتیجه نرسید. شماری از احزاب و جریان های سیاسی با آمار ثبت نام شدگان در انتخابات پارلمانی معترضند و خواستار بایومتریک کسانی هستند که واجد شرایط رایدهی می باشند و برای شرکت در انتخابات ثبت نام کردند. احزاب و جریان های سیاسی دلایل کافی برای اعتراض بر حکومت دارند. در جریان 4 ماه گذشته نشانه های فراوانی از نقص های
سیستم کنونی انتخابات ثبت شده است. ثبت نام رای دهندگان بر اساس شناسنامه های آنها موجب تقلب و سوء استفاده از این سیستم را فراهم آورد. درنولیدون کو ده ورسپانو ورشانو چې په خپل نننه یو غنو کې د ټاکنو پاړه بیلابیل مطالب خبره کړي او د افغانستان د لوی ملي ائتلاف د خبردانۍ نیولې بیا د حکومت ترجمنتیا چې پارلمان ټاکنو ته لري او چې ټاکنې یوازینی لاره ده چې د هېواد اوسني کړکیچن وضعیت ته یوه حل لار کېدلی شي او هغه خنډونه او هغه موانع چې د ټاکنو پر وړاندې راپورته کېږي کوم خنډ نه شي واقع کېدلی د ټاکنې په پروسه باندې او ټاکنې به په هماغه وخت چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا یې د ترسروي نېټه اعلان شوې ده ترسره کېږي او د لوی ملي ائتلاف د خبرداري په اړه هم مطالب راغلي وو. نو کریم، د ورځپاڼو حال همدا و، د حکومت د ژمنتیا خبره وه چې د ټاکنو پر وړاندې موانع خنډ نشي جوړېدلی او ټاکنې به په خپل وخت کېږي او ټاکنې یوازینۍ لار ده د اوسني کړکیچن وضعیت لپاره یوه حل لار ده. او د لوی ملي ائتلاف د خبرداري یادونه شوې ده چې لوی ملي ائتلاف وایي که چېرې د دوی غوښتنې ونه منل شي په کابل او ولایتونو کې مدنی نفر. خب، احزاب سیاسی پس از اینکه خواستایشان رد شد از سوی حکومت یک نشست مشترک داشتن، سران هفت حزب با رئیس جمهور، و در اون نشست ظاهرا فیصله شده که یک کمیته مشترک ایجاد شوه هم از حکومت و هم از احزاب سیاسی تا کار بکنن به گونه مشترک که راههای حل به خاطر حل اختلاف ها یا که حداقل رضایت احزاب به دست بیایه پیدا شوه. هنوز به ما گفته نشده که آیا این کمیته ایجاد شده، از دو طرف کارشان آغاز شده یا خیر، ولی در روزهای آینده دیده میشه که چقدر نتیجه میده. بله، او د سیاسی جریانون او د احزاب و د سیاسی کمیته نن ویلو چې د کمیته تر اوسه ایجاد شوی نه ده او دو ورځې کېږي چې ولسمشر لارښوونه کړې وه چې د احزاب او د حکومت د استازي په ګډه کمیته دې جوړه شي. دلته همدا خبره تر یوه حده ډېره واضح نه ده. حکومت د کمیټې جوړېدو خبره کړې وه او احزاب بیا دا ویلو چې د دوی غونډه کومې نتیجې ته ونه رسېدله. دلته هم یو څه گنگشتی هست. به این ترتیب باید دیده شود که احزاب و جریان های سیاسی در روزهای آینده تصمیم بعدیشان چیست؟ اگر کمیته ایجاد نشود و کارش نتیجه نده، ظاهرا که اونا هنوز پافشاری دارند بر پذیرفته شدن خواستایشان و ای که حرکت های مدنی و حتی نافرمانی های مدنی را روی دست دارند که به راه خواهند انداخت. باید ببینیم که در روزهای آینده چی خواهد شد. بحث دیگر هم در مورد انتخابات فواد است که اوراق رایدهی به خاطر چاپ به بیرون فرستاده شده و پس از چاپ دوباره به کشور خواهد آمد. یعنی کارهای کمیسیون انتخابات تقریبا به گونه نرمال ادامه داره و تا هنوز که احزاب مانع کارهای کمیسیون نشدن، اما در آینده باید ببینیم که حکومت با احزاب چگونه کنار میآید. بله، د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر نن یو خبری کنفرانس کې ویل چې دوی رای پاڼې چاپ لپاره استولې دي او 9.9 میلیونه پاڼې به چاپېږي. دلته هم د نظرو بنسټونو او همداشان د نورو بنسټونو یوه ملاحظه شته. دوی وایي چې تر اوسه د راورکوونکو روسیه لیست نه دی جوړ شوی، نو دوی څنګه له وخت مخکې د رای پاڼو هغه شمېر معلوم کړی چې څومره به چاپوي؟ به یک شمار بسیار زیاد هم 9.9 میلیون، یعنی 9.9 میلیون برگه رای دهی چاپ میشه، در حالی که به گفته نهادهای ناظر هنوز روشن نیست که فهرست رای دهنده ها چی زمان ترتیب خواهد شد، تهیه خواهد شد. و پس از اینکه مشخصات ثبت نام شده ها وارد بانک اطلاعاتی کمیسیون میشه، اینجا کمیسیون یک شیوه را برای انداخته که باید تفکیک بکنه یا جدا بسازه آمار واقعی را از آمار غیر واقعی. یعنی احتمال داره که در آماری که اعلام شده از سوی کمیسیون انتخابات یک کاهشی هم به میان بیاید. انتقاد نهادهای ناظر است که اگر قرار باشه که یک کاهشی به میان بیاید، چرا برگه های بسیار زیادی چاپ میشه؟ بله، او بعد کمیسیون در رئیس یو خبر داد چې دلته په افغانستان کې وضعیت تقریبا بیلابیلو برخو کې ستونزې شته، له امنیت او اخلو نورو برخو کې. دوی یو ډول احتیاط له مخې ډېرې پاڼې چاپوي. د دې ټولو سره بله مسله د رای پاڼو په برخه کې دا ده چې هغه 15 کسان چې له لیست نه لرې شوي دي د شکایتو کمیسیون، اوس د دوی نمونه په دغه پاڼو کې شته که نشته؟ په همدې باره یو سوال شته، تر هغو چې تر څو چې موږ د ټاکنو کمیسیون له مسؤلینو سره غږېدلي وایي چې دوی نمونه نشته په دغه پاڼو کې چې دوی د چاپ لپاره. و اونا اعتراضاتشان هم همچنان ادامه داره، هرچند دفترهای ولایتی کمیسیون باز شده چون از طرف هواداران این نامزدا بسته شده بود، اما اعتراضات نامزدان معترض همچنان ادامه داره. ادامه برنامه را ما با نامزدان معترض و همچنان رئیس کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی ادامه خواهیم داد و این پرسش هایی که متوجه کمیسیون
شکایت انتخاباتی است از او خواهیم پرسید، ولی خوب دیده شود که پاسخ اونا چیست به نامزدان معترض و برگه های رای دهی فرستاده شده برای چاپ. آیا زمان یا ممکن است که نام اینا دوباره در فهرست گنجانیده شود یا این تصمیم نهایی است و هیچ برگشتی نخواهد داشت؟ نوک چری دیوی مشته لپاره گمان کنم دوتاکون کمیسیون ولی چپ یومش که بده پانی چاپیگی نوک چری تریوی مشته دستون زال نشی نو پانی چی چاپ شد دی کسان نمونه پکی نو دی پینزه درش کسان نو بیا خبره تقریبا پروستایی ده و قطعی ده زکر تاکنون شکاتون کمیسیون باید چه دوی تصمیم مرسته ده پده که ایست دول تغییر نرازی او دوی مکمل و اسنادونو د موثقو دلایلو پر بنسټ باندې کسان د نوماندانو لیست نه لري کړی. تاسو په دې اړه په بس کې نورسته وغږیږي، خو موږ په دې غږیدلو چې دغه 15 کسان نمونه چې اوس په پاڼو کې نشته دوی پاڼې چاپ لپاره استولی دي، نو په یو ډول وروستی تصمیم دی نو چې دوی نمونه نه بله. و موضوع دیگه هم باور مردم به انتخابات است که ظاهرا ما دیشب نظریات مردم را داشتیم درباره انتخابات. هنوز هم اعتمادی از دست رفته انتخابات بر نگشته نزد مردم و مردم هنوز هم یک دلهوره دارن، ترس دارن که شاید رأیشان تعیین کننده نباشه و سرنوشت با رأی اونا رقم نخوره. و کمیسیون هم تا جایی که دیده میشه از مردم شنیده میشه است که هنوز نتانسته با انجام کارهایی که صورت گرفته هم اعتماد از دست رفته را دوباره به دست بیاره. حالا باید ببینیم که مأموریت کمیسیون بسیار سنگین است در زمانی که باقی مانده هم اعتماد مردم باید به دست بیاره و هم کارایش در زمان تعیین شده انجام بده که در چند بخش ما دیدیم که موفق نبوده، مثلا در تهیه فهرست رای دهنده ها که ما فکر می کنم 20 تا 20 چند روز با تاخیر تهیه خواهد شد و اعلام خواهد شد. تقویم سر سم دو اینی دیروان پر برخی که زندگی او یوا بلا مثلا دا چې د ټاکنو کمیسون په څو ورځو وروسته ویلي دي چې د رای ورکوونکو وروسته لیست به هم برابروي وګورو چې دوی په خپل وخت باندې کولی شي چې دا لیست برابر کړي. او ببینیم که در زمان که تازه تعیین شده برای تهیه فهرست رای دهنده ها کمیسیون موفق میشه که ای کار انجام بده یا خیر، هرچند اقداماتی را روی دست گرفته در سه زمان به خاطر تهیه فهرست رای دهنده ها کارمندای را استخدام کرده که کار میکنن. ممنون از خودت فواد که با ما بودی و بیننده های عزیز. وقفه کوتاه میگیریم، برمیگردیم.